رئیس جمهورغنی میگوید که در زمینه وحدت ملی در کشور همواره هراتی ها صدای نخست را بلند کردند. رئیس جمهور همچنان تاکید می کند که مردم هرات باور کامل به یک پارچگی تمام مردم افغانستان دارند و برای آزادی کشور قربانی های زیادی دادند. با این حال آقای غنی می گوید که 5 نسل مردم افغانستان قربانی جنگ های تحمیلی و نابسامانی ها شده، اما به گفته او این روند به پایان رسیده و پس از این افغان ها صاحب کشور شگوفا و پیشرفته خان بود. همکارم در این زمینه بیشتر جزئیات می‌دهد. رئیس جمهور غنی در جریان سفرش به ولایت هرات گفت که این ولایت نماد وحدت ملی در افغانستان است و هراتی ها همواره نخستین کسانی بودند که صدای اتحاد و وحدت ملی در کشور را بلند کردند. رئیس جمهور تأکید می کند که مردم هرات برای آزادی و پیشرفت کشور قربانی های فراوانی دادند. در 500 سال 8 بار هرات تخریب نشده؟ آیا اراده تضعیف شده؟ آیا شک و شبه داشته سر وحدت ملی خود؟ آیا حاضر به قربانی نبوده؟ بنابراین ما را کس ملت نبخشیده، خود ما کمایی کردیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید مردم افغانستان ده ها سال می شود که قربانی جنگ های تحمیلی و نابسامانی ها هستند، اما او تاکید دارد که این روند به پایان رسیده و پس از این افغان ها صاحب کشور شگوفا و پیشرفته خواهند بود. 40 سال از ما زندگی 5 نسل از پیششان گرفتیم. اوزا قسم آمد که نسل بعد از نسل ما قربانی داده، نسل بعد از نسل ما در بحران زندگی کرده. پیغام ما بسیار ساده است، خارو برادر، ختم از این بحران های میراثی، شروع یک زندگی با عزت، قانونمند، با وحدت ملی و با اراده مستحکم ملی. رئیس جمهور آغاز پروژه های بزرگ اقتصادی همانند تاپی را برای خودکفایی افغانستان و تضمین کننده آینده بهتر برای مردم مهم می خواند. ما شما تهداب یک زندگی را خواد گذاشتیم که قرنها بعد از او انشالله بگوین که یک نسل بود، زنایی بودن، مردایی بودن، وکیلایی بودن، شهروندایی بودن و در پهلوی از یک رئیس جمهور با جسه کوچک اما اراده فولادی که افغانستان بس مطرزد. رئیس جمهور که به منظور افتتاح پروژه تاپی به ولایت هرات آمد، برای 3 روز در این ولایت ماند و با اقشار مختلف جامعه دیدار داشت. او میگوید که هرات را به دهلیز اقتصادی منطقه مبدل میسازد و راه اندازی پروژه های زیربنایی در این ولایت روی وضعیت اقتصادی کل افغانستان تأثیر مثبت دارد.